په حکومت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره قوي اراده شتون نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین چې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې په یوې مشورتي غونډه کې خبرې کولې. د رشوت په تور د دوو نیول شویو څارنوالانو بیرته خوشي کول، د ځمکو د غصب په مخنیوي کې د اړوندو ادارو نه همکاري، د اداري فساد پر وړاندې د یوې پیاوړې سیاسي ارادې د نشتوالي په اړه د مثالونو په توګه یاد کړل. خغل لودین وایي چې اداري فساد په دولتي ادارو کې او په ځانګړې توګه په یو شمیر څارنوالیو کې خپل اوج ته رسېدلی چې څارنوالان د خلکو د سترګو پر وړاندې په ښکاره توګه رشوت اخلي. همدارنګه خاغل لودین د 114 دولتي چارواکو دوسیې چې د میلیونو ډالرو اختلاس کارندویي کوي لوی څارنوالۍ ته د لیږلو خبر ورکوي. خاغل لودین وایي چې دا اوس له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې 11 موازي ادارې شتون لري، خو یو شمیر خلک د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پر عالي ادارې نیوکه کوي چې د ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمیر پخواني او اوسني چارواکي دا مهال دغه ادارې سره دوسیې لري چې دوی نومونه نه په ډاګه کوي. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ولس جرګې پخوانی غړی ښاغلی عبیدالله څکزی، د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي او د ولس جرګې غړی سمیع الله صمیم. تاسو ټول سلیم شهباز خیر راغلی. آقای سیدی در آغاز به شما می‌رسم. قسمی که گفته می شود که یک جلسه مشورتی آقای لودین با شماری از کارشناسان و نخبگان کشور داشتند، میشه بگویید که چی مشوره شما من حیث یک فعال سیاسی با آقای لودین داده؟ تشکر خدمت شما مهمانا و بیننده های تلویزیون. سلام و عرض ادب دارم. دیروز روز یکشنبه آقای لودین ما را دعوت کرده بود در دفتر کار خان در نزدیکای گردنه باغی بالا. ما رفتیم، آقای لودین در حدود یک ساعت صحبت کردن، زیادتر روی دستاوردها خود و مشکلات خود گپ زدند. آقای لودین در سر میزهای ما یک تعداد دوسیار مانده بود که بعدا ما مطالعه کردیم که حال هست که به اصطلاح عامیانه موی در سر آدم استاد میشد که چقدر در کشور اختلاس و چقدر رشوت و چقدر دوسیه هست که هرگز بررسی نمیشه. آقای لودین شکایت داشتن، گفتن که 11 نهاد دیگر مانند اداره مد رئیس جمهور ایجاد کرده و همچنین گفته میشه که جناب رئیس جمهور به هر نهاد میگویه که مورد اعتماد تو هستی نه دیگرها. بنان کار از اینا به یک دیگر طور مختلط شده که نتایجش بر نمیاد. آقای لودین هم کمبودی ها و دستاورد ها خود تذکر دادن، مشکلات خود گفتن. من به طور نمونه میخوایم بعضی موضوعاتی را که آقای لودین گفت که یک جمله دستاوردهای ما است، اما واقعا جمله دستاوردهاش بود، اما نامی اختلاسگر و رشوتخوری که همچون جنایت کرده بود به نام نبرد. خب پس این دستاورد گفته می شود؟ من عرض میکنم. جناب لودین گفتن که من خودی من گفتن همین اداره ما 175 میلیون افغانی از هتل کابل سیرینا که خورده شده بود ما به دست آوردیم، اما نگفتن که مجرم کی است. همچنین اونا گفتن که مبلغ 670986 افغانی از شرکت‌های ایساف ما به دست آوردیم که اینا قصب شده بود. بعدن گفتن که بررسی قضایای فرار مولویتی از بندر حیرتان که مجموع مبلغش 5 میلیارد افغانی را اعتبار میکند، ولی دوسیه شده تا که هنوز کسی پولش نداده، 5 میلیارد نداده. بعدن آقای لودین گفتن در اینجا که حصول مبلغ 866920 افغانی از پروژه ولایت لغمان که مربوط به وزارت زنا بوده اختلاس شده بود ما به دست آوردیم. همچنین اونا گفتند که اصول مبلغ 85440 افغانی از پروژه میدان وردکی وزارت زنا ما به دست آوردیم. خب بالاخره بررسی قضیه عدم پرداخت مسئول گمرکی به فرار مالیاتی از ننگرهار که اونا گفتن مبلغ 389 میلیون افغانی را اعتبار میکنه ما به سارندوالی روان کردیم تا حالا کسی پرسان نکرده. و بالاخره بررسی قضیه عدم پرداخت در بندر اسپین بولدک که گفتن 75 میلیون افغانیه که اختلاس شده ولی کسی تا حالا پرسان نکرده. خب این دستاورد حساب میکنن اما مجرم معلوم نیست. اما سوال آقای سعیدی که قبلا ما مطرح کردیم، فساد وجود داره، مفسد معلوم نیست، آن عین قضیه است. باز هم مثلا یک دو کم بر سوال شور، مثلا آقای لودین گفتن که شرکت گلوبال 11,500,000 دلار $11,500,000 از دولت قرضدار بود نداده. ما کوشش کردیم تا کنون $500,000 به دست آوردیم، متبقی را نداده، کسی پرسان نمیکنه. دیگه مثلا اینا گفتن ما مجموعاً زمین هایی که مثلا در سخروک ننگرهار قصد شده اینا رو اونا آقای لودین گفتن که در حال حاضر میرم میگم خدمت شما، گفتن که 150 دوسیه تحت دوران که ان قریب تعداد زیاد این دوسیه به اداره لوی سارندولی ما روان میکنیم که تا روان نکردیم. چند؟ 150. و همچنین گفتن که 119 دوسیه رو ما روان کردیم که سارندولی پرسان نکرده. ما 14 نفر بالفعل به اتهام اخذ رشوت گرفتیم که اکثریت از اینا یلا شدن از بعد از گرفتاری. خب دستاوردهای دیگری هم داشتن. اون چی که به ما در این مجلس دلچسب بود، من این دستاوردها را با یقینا باید آدم دستاورد بگویه، اما ای که نام نفر نگرفتن که اختلاس و رشوت کی کرده آدم مشکوک میسازه که آیا این واقعیت است یا حقیقتی است، حقیقتی نیست که در روی کاغذ نوشته شد. یک موضوعی که آقای بختیار عرض میکنم، بله. موی سری آدم باید بخیزه. ما اسنادی را به دست آوردیم خدمت شما میخوانم بسیار کوتاه. مثلا طی چند سال اخیر در ولایت کابل نام میگیرم، در ولایت کابل البته به حساب 116,089 جریب زمین غصب شده توسط 381 نفر. در پروان 42,334 جریب زمین غصب شده توسط 45 نفر. مثلا در بامیان 9,735 جریب زمین غصب شده توسط 279 نفر. در میدان وردک مثلا 21496 جریب زمین غصب شده توسط این قدر نفر. خب بالاخره تمام ولایت افغانستانه که اگر کمرمین شما را بتونن بگیرن میتونن گرفته امیر از نزدیک بگیرین زمین هایی که غصب شده. خب مثلا بعضی موضوعات دیگری را که اونها میگفتن که بسیار تکندهنده بود، من فکر میکردم که سال به سال بهتر شده، اما در گزارش که آمده آقای اسنادی که وجود داره در سال 1390 یعنی یک سال پیش، بله، 4,164,960 جریب زمین غصب شده توسط 18,421 نفر. اما ترقی دیگه را ببین، در این سال یعنی در همین دو ماه این بله. سال 91 4,106,615 جریب زمین غصب شده. گراف بالا رفته. توسط چند؟ توسط 18,021 نفر غصب شده. اینها گپای بسیار هولناکی است و همچنین یک تعداد موضوعات دیگه است که با فرصت مناسب خدمت شما خواهم گفت. ان شاء الله برمیگردم دوباره سرش بحث خواهد کردیم. خیلی سگزه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې علي اداره وایي چې مثلا دوی تقریبا 150 یا 100 یا 80 وخوي چې دوسیه څارنوالۍ ته لیږلي. له بلې خوا نه په خپله ښاغلی لودین وایي چې تر ټولو لوی فساد چې شتون لري په څارنوالیو کې د څارنوالانو له خوا نه دی. که چیرې هغوی په فساد کې دومره ښکیل دي او خپل اوج ته په څارنوالیو کې رسېدلی نو دوسیه بیا چا ته لیږل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاذ د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره او د میز مېلمنو ته نیک هیلې او احترامات. ستاسو سوال به داسې جواب کو مخکې د سیدي صاحب ستا وویل چې فساد وجود لري خو په حیثیت معلوم نه دی او رسیدګي څوک نشي کولی. زه فکر کوم د 7 کالو څخه چې په دې سیاست موږ داخل شوي یو، ستاسو شاهدان یاست چې موږ دا خبرې بار بار کولې او پر دا خبر موږ وویل هم چې ته ولې دا وایې خیر خیرت دی. دلته اوس پوهان خلک وایي که پرون وختي و سبا ناوختي بس نن یې وختي. د رئیس جمهور صاحب د نږدې کسانو څخه موږ اورېدل دي چې رئیس صاحب جمهور جدي دی په در روان څه کم 2 کاله کې دی څه وکړي. نو چې کله دی جدي او لودین صاحب جدي باید موږ هم ټول همکاري ورسره وکړو په څارنوالۍ کې. چې کله لودین صاحب پرون وویله چې فساد دی دا نو بیا په ولسمشر لري چې ولسمشر لوی څارنوال صاحب ته وظیفه ورکړي. داسې نه دی چې اوس په ټول افغانستان کې دغه څارنوالان دي، شاید خپل ثبوت لري لودین صاحب دی یا نور څارنوالان شته. دا نو اوس په ولسمشر او په لوی څارنوال صاحب اصلاح کېږي چې دوی سم څارنوالان ولګي. او دا یو د افغانستان خلک پرون چې اشاره ورته وکړه د افغانستان عام خلک هم باید د فساد په ورکولو کې د دې سره همکاري وکړي. دغه یې ولاړ بل فساد صرف بختیار صاحب فساد صرف د مځکو دغه دانو د پیسو فساد نه دی. فساد مزوک فساد لکه اشاره شوته وسو فساد د خلکو سید صاحب خلکو پر حقوق تیرې سوې دي فساد د دې خلک ول سوې دي فساد د په لاس کار کې فساد خلک به محکمه وجل سوې دي د ټول ته باید رسیدګي وسو اما څنګه تاسو اشاره وکړه چې اوس مثلا داسې ویل کېږي د ولسمشر د نږدې کسان لخلینه چې ګواکې ولسمشر په دې برخه کې جدي دی که چیرې جدي دی هغه ګراف ښیي چې د ځمکو غصب مثلا کچه یو کال نه را په دې خوا ډېر شوی د دې تر څنګ یولس موازي ادارې جوړې کړي د فساد لپاره پر ضد مبارزې لپاره تلویزیون کې ما درته ویل چې مخکې موږ پر دې ټینګار کوو چې باید مبارزه وشي چې ولسمشر وینو د یوې هفتې و دې خوا د مبارزه کې اوس نو د افغانستان خلک باید همکاري ورسره وکړي لکه لودین صاحب چې ویل دا یو حقیقت دی د زورور سودا دولت جوړوي د بن و دې خوا ته هر څوک چې در لاس را نه شي لکه مخکې تاسو سوال وکړي هغه شاته یو بانډ ولاړ دی ولسمشر باید اوس د دې بانډو ځان وباسي د افغانستان خلکو ته مخکې ګوره پر دې خبره ته به دې پوهه چې زه در اتلسم منزل رایله کړی یم په دې سیاسي لوبه کې منګر بیا هم په کندهار کې موږ همکاري ورسره کوو صادقانه په کندهار کې یو دوه وکیلان نور لرو مثلا نایبي صاحب لرو لالی ماما لرو زیات په دې موضوع کې نور وکیلان هم لرو موږ بې تنخواه بې تیلو بې موټره بې دفتر همکاري ورسره کوو ګوره د توپک وخت تېر دی موږ نه خلک وژلی سو نه خلکو ته دا موقع ورکوو چې موږ مړه کړي مګر دونه کولی سو چې د کندهار ګنج ته ورسو یو دوه دوه نیم سوه کسه راسره بوز دا لنډ لرګي په لاس ورکړو او ولسمشر ته ووایه چې اجازه راکړه چې دوی سرونه ور مات کړو دا موږ ته معلوم چې موږ همکاري ورسره کولی سو مګر هدف دا دی موږ د رئیس جمهور سره یعنې همغه د لودین صاحب خبره ده چې قوي سیاسي اراده شتون ولري ما درته وویل یو بلې زه دا امید لرم چې ولسمشر چې جدي سوی دی او زه په دې هم پوهېږم چې 100% باندې دا مبارزه په دا دوه کاله څه کم کې په مخ نه ځي مګر وایي 50% مخ ته ولاړ شي څو کسه په مختلفو ولایتونو کې که زاړه سناتوران دي که زاړه وکیلان دي که نوي سناتوران دي که وکیلان دي او که قومي مشران دي په څلوردېرش ولایتو کې چې خرڅ یې نه دی اخیستی هغه هم دوی ته معلوم دي هم امنیت ملي ته معلوم دي هم د امنیت شورا ته معلوم دي یو لس شل کسه چې تشکیل پر ولایتو باندې ما درته وویله تنخواو د موټر تیل باید وانخلي اول زه دغه تعذیرم دې ته مګر اول دا وایو که زموږ په هکله څوک ثبوت لري اول به زه حاضرم بختیار صاحب که د چکې و که د لس روپو که دا نه و بیا وایو بیا نو دا اختیار هم غواړو چې باید د کندهار کې اصلاحات راځي داسې په مختلفو ولایتونو کې څو کسه پیدا کړي د رئیس جمهور سره همکاري وکړي زه دا امید لرم چې دا کار په مخ ځي قدرمن دوستانو زموږ د خپرونې بل میلمه د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز مشر ډاکټر محمد سعید نیازی هم راغی ستړی مشی نیازی صاحب آقای صمیم یک مسئله که چندی قبل در یکی از برنامه ها شما گفتید که دوسیه‌ای که در مورد اختلاس یا روان شدن پول یکی از رؤسای گمرک به یکی از مقامات حکومتی است به سارنوالی سپردید تعقیب کردین اون موضوع چگونه شد بررسی شد یا خیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تولونیوز لمر همکارای تکنیکی شما و میهمانان عزیز آقای بختیار اگر به خاطر داشته باشن ما نگفتم که ما روان کردیم از مرجع یعنی از خود وزارت توسط خود وزارت مالیه اونمو کیس اختلاس رفته به سارنوالی رفته یا اونمو اسناد عینی اختلاس رفته نظارت کردین که چگونه شد کسی دستگیر شده در این مورد ما فکر نمی کنم گزارشی که داشتم تا 15 روز پیش اونمو انسان به چوکی خود بود فکر کنم 15 روز پیش از چوکی پس شده یعنی مورد تعقیب و توقیف نیست آزاد هست صرفاً پس از یک سال از چوکی پس شده بله حالا من به مورد از اینکه این گونه مبارزه با فساد آیا واقعا صورت خواهد گرفت که چیزی که آقای لودین میگه که 11 اداره در این مورد ایجاد شده کار میکنه اما سوی دیگر گراف نشان میدهد که غصب زمین رشوت و اختلاس گرافش بالا رفته یک مسئله موضوع دوم که میان لوی سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری از بسیار زمان قبل از زمان ایجاد مشکلات است اینا میگه ما دوسیه فرستادیم اما اونا این کار میکنه که به ما کدام دوسیه نرسیده مشکل دیگه یکی است که اینا میگن که بزرگترین فساد در شماری از سارنوالی ها توسط سارنوالان صورت میگیره اما سوی دیگه اینا میگه که ما دوسیه ها را به سارنوالی فرستادیم فکر میکنید که نتیجه همین کار بدهد سوال مهم است آقای بختیار اگه اجازه بدین ما میخوایم که خود منابع فساد را به سه بخش تقسیم بکنم یکی مرجع فساد است مرجع فساد در مجموع دولت افغانستان را ادعا میکنه منبع فساد است که فکر میکنم آغازش از درون ارگ باید بوده باشه چرا وقتی که اگر ارگ سالم داشته باشیم من فکر میکنم وزیر معین رئیس والی جرأت نمیکنه به فساد دست بزنه و افراد فاسد است که طبیعی است مامورین در مجموع دولت است که نمیخوایم استثناء قائل شویم به کسی در مجموعشان بله از از محاکم شروع بکنین، سارن والی ما میره تا بعضی نمیتونم اسناد داده راجبه ای که وکیل پارلمان فاسد است، ولی باور دارم که فساد وجود داره. چرا اسناد نداریم به او خاطر نمیتونم اتهام بسته بکنم به کسی. بالاخره برمیگردیم به اینکه نظام سالم در افغانستان وجود نداره و این فساد هر روز شما میبینین که دامنش گسترده تر میشه در افغانستان. وقتی که سارنوالی علیه ارتشاء و فساد اداری سند میکشه، ارتشاء و فساد اداری متهم میکنه سارنوالی افغانستان را، به این معنا که نظام به هم دیگر باورمند نیست. یعنی دو قوه که توسط یک فرد گماشته شده، هم سارنوالی توسط رئیس جمهور و هم ارتشاء و فساد اداری، هر دوش یکی دیگیش متهم میکنه و هر دوش این نسبت به هم دیگر احترام نداره. به او خاطر است که شما نمیتونین از فساد پیشگیری بکنین در افغانستان. با این حال من باور دارم وقتی که نقض قانون صورت میگیره در افغانستان، خود نقض قانون باعث میشه که فساد دامنه گسترده در افغانستان داشته باشه. من بسیار خوش هستم به اینکه هنوز خانه های شخصی مردم از مردم گرفته نشده و به زور مردم از خانهش بیرون نشده و کسی دیگه نامده زمین خانه مردم غصب نکرده. ای که زمین غصب کرده خانه پدرشان آباد، داخل به او زمین کسی نبوده. من معتقد به این هستم که روز نه روز اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه، اما تحقیق شود گفته میشود که در بعضی مناطق خانه های مردم هم به زور گرفته شده، به این گونه که مفت گرفته شده باشه، با پول کم ازش خریداری شده. خب گفتم این تا به هنوز گفتم به او سطح نرسیده، بله. که توسل به زور با تفنگ بیا و خانه یک انسان از او بگیره و بگه که تو دیگه حق زندگی کردن به این خانه را نداری، این خانه ملکیت ما هست. تا به او حد نرسیده و باور دارم اگه به این منوال ادامه پیدا بکنه، بالاخره خانه توسط زورمند خانه انسان غریب بدبخت و بیچاره گرفته خواهد شد. و این ناتوانی و ضعف مدیریت حکومت افغانستان است که نتوانسته علیه فساد به شکل واقعیش مبارزه بکنه. امیدوار هستم رئیس جمهور وعدی را که به مردم افغانستان داده بود در خانه ملت افغانستان که علیه دیگه مصلحت گرایی نمیکنه، آغازینش از فساد بوده باشه. یعنی نقطه آغازش از فساد اداری در دستگاه حکومت رئیس جمهور کرده بوده باشه. سوال اساسی اینجاست آقای صمیم که مبارزه با فساد توسط کی؟ توسط ارگان سارنوالی که اداره مبارزه با فساد اداری او را متهم میسازه که بزرگترین اختلاس و فساد در سارنوالی ها وجود داره. حسوی هم اونا رد میکنه فایز اینا را. توسط کی مبارزه میکنه؟ آقای بختیار اگر شما به خاطر داشته باشین چند روز پیش توسط یکی از مأمورین وزارت امور داخله در حوزه غربی افغانستان مستقیما مرجع فساد سارنوالی را خواند و من فکر میکنم کنوم آدم سار بزودی شاید توقیف شد به خاطر از اینکه با اسناد دست داشته مرجع فساد سارنوالی افغانستان را خواند. خب به هر حال سارنوالی است و میتونه بر هر کس کیس بسازه، بر هر کس دوسیه بسازه. به او خاطر است که نباید کس صدای خود بکشه و معتقد به این نباشین که مظلومین افغانستان حقوقشان را میتونه در همین نظام فعلی افغانستان اخذ بکنن یا حق طبیعیشان را بگیرن. به خاطر از اینکه عموت که شما گفتین سارنوالی در فساد آلوده است، من معتقد به این هستم که غرق به فساد هست و شما نمیتونین ایاده حقوق بکنین توسط اینمی نظام و اینمی سارنوالی فعلی افغانستان. اما مشکل اساسی در کجا هست؟ مشکل اساسی نقض قانون اساسی افغانستان توسط رئیس جمهوری افغانستان است. بر اساس مصلحت یک نفر به حیث سرپرست مدت‌ها و ایفای وظیفه میکنه، در حالی که قانون اساسی افغانستان بدون قید و شرط میگه پس از یک ماه افتتاح پارلمان افغانستان رئیس جمهور مکلف است که کابینه‌اش را به پارلمان معرفی نماید. از پارلمان 2 سال میگذره، خودش نقض قانون است. وقتی که رئیس جمهور نقض قانون میکنه، من دستای او سارنوالا میبوسم که او به حد کم اختلاس میکنه. تشکر آقای صمیم، به دیگه موردش ان شاء الله برمیگردم. خاغل نیازی فکر کوي چې واقعا ولسمشر احمد کرزی لکه څنګه چې ویل کیږي دازلی جدي وي اقدام وکړي، مطمئن یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو میلمنو او تاسو محترم لیدونکو ته. دا خو یوه خبره ده چې دا مشکله ده چې موږ مطمئن ووسو که ونه ووسو. دا دوه خبرې زموږ مخکې دي، یو دغه تیر 10 کلونه دي، او بل دغه پاتې 2-3 کلونه دي. تیر 10 کلونه وښودل چې رئیس جمهور په هیڅ صورت د مصلحتونو نه تیریږي او همیش د وطن هغه ملي منافع د مصلحتونو سره قربان کړی ده. ولې راغلو په دې پاتې 2 کلونو باندې چې ولسمشر صاحب نوره لاره نه لري یوازنه لاره داده چی دین روستا زی تاریخ خواته دین روستا کچیر تا اوغواری چی په افغانستان که دغه سیستم پرځای وي کچیر تا جناب ولسمشر اوغواری چی پاینده که دیدنه په یو خن نام یاد شي او په تاریخ کې یو خن نوم ولري مجبور ده چې باید د فساد مخه ونیسي راغلو د افغانستان ملي منافعو ته چې که چیرته د افغانستان دولت د درغلۍ او د فساد د مخنیوي دپاره پوره ژمن نه وي نړیوالې ټولنې افغانستان ته مرسته نه کوي او دا یوازنی شرط د نړیوالې ټولنې مرستې د فساد سره مبارزه ده اوس شک دلته پیدا کیږي ښاغلی نیازی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره ادعا کوي چې ما دومره دوسیې څارنوالۍ ته لیږلي څارنوالۍ کله ردوي کله هم وایي چې نه موږ ته رسېدلي نه دي یا ځواب نه ورکوي د دې تر څنګ یو ارګان همدغه د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره پورته کیږي مالیې وزارت تورن کي یا بل وزیر یا بل چارواکی تورنوي چې په فساد کې لاس لري اما ولسمشر دوی ته ګوري که چیرې واقعا ولسمشر جدي وي ولې څارنوالۍ نه پوښتنه نه کوي کله چې دوسیې درته راغلي دا ولې ونه څېړل شو بالاخره قضیه څه ډول باندې شو په چا باندې مبارزه کوي بالاخره ولسمشر د دې کارمل په وختونو کې دوی یو اصطلاح درلوده تمام ورځ به جلسه درلودله اوس ورته میټینګ وایي هغه وخت جلسې وي نو کوم چا ویل ورته تللی ورنه شکایت وکړو ویلې صاحب دا جلسې ډېرې دي هر څوک د رئیسانو وزیرانو دروازې پسې ولاړ دي ټول په جلسو کې مصروف دي ویلې خیر دې دپاره به هم یو جلسه ونیسو چې دا جلسې لږ کم کړو نو اوس وخت کې دغه کمیسیونونه زیات شوي دي خو پخپله ښاغلی الودین وایي چې یولس ادارې د اداري فساد پر ضد ضرورت څه شی دی محکمه څه شي د یو پاک محکمه یو پاک څارنوالي د یو هیواد دپاره کفایت کوي یو پاک دولتي امنیت د استخباراتي موضوعاتو دپاره کفایت کوي موږ هیڅ د ضرورت د دومره کمیسیونونه شته نه چیرته واقعا د کار او د دې مبارزې لیوال وي دا خلک او که واقعا دغه سیاسي اراده پکې وي نو دا خو ډیره عادي کیږي او که چیرته دغه اراده نه وي نو دا خو یوه خبره هم دا دی چې د نړیوالې ټولنې په مخ باید بعضې خبرې ووهل شي مثلا د دې دپاره چې د فساد دپاره افغانستان تر اوسه څه کړي دي شپږ دېرش ادارې خبره د ولسمشر قاضي جدیت پورې راځي چې که چیرې ولسمشر قاضي واقعا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي وي نو ښاغلی الودین دا کوي چې ډېرې دوسیې آماده دي منتظر د کومې خبرې لپاره دی ولسمشر چې مثلا نشي کولی هغه اعلان کړي هغه کسان ونیسي څارنوالۍ ته یې وسپاري یا په څارنوالۍ کې چې کوم کسان کار نه کوي حداقل هغه دې اول معرفي کړي چې دغه کسان چې نه غواړي مبارزه وکړي جدیت څه وخت کله چې جناب ولسمشر د پارلمان ته دغه خبره وکړله او ډېره ژمن هم وو دا خبرې ما مخکې هم اورېدلې وې د بن په کانفرانس کې مې واورېدې دلته مې یو لږ څه مایلې چې نه ویل کېږي چې دا سړی رښتیا هم ځکه دوه کاله پاتې دی منطق لري چې باید دا سړی ژمن واوسي ولې خو درسته ده داسې فکر وکړئ چې دغه منفي اړخ به نه څېړو مثبت اړخ به څېړو داسې فکر کوو چې جناب ولسمشر واقعا تصمیم نیولې ده واقعا د دې په مقابل کې مبارزه کوي ولې راځه د هغه خبرې نه چې هغه ورځ وکړله تر اوسه پورې څه یې وکړه اساسي پوښتنه هم دا ده چې یو اقدام تاسو وینئ چې حداقل سړی باورمند شي د افغانستان خلک باورمند شي چې زموږ ولسمشر جدي دی او شروع یې کړی او که پیاد مې څو ورځې مخکې یو کنفرانس و چې څلور پنځه ورځې ورنه تېرېږي په دې کنفرانس کې ویل چې څوارلس ټکي مې ټولې کړي او شپاړس موارد دي نور چې مقرریان دي زما لاسلیک ته منتظر دي پنځه ورځې دی نشي لاسلیک کولی هغه اسناد چې خلکو ته یې وړاندې کړي دوه کاله کې دا کار مافیایي کړی نه پرېږدي که نه دا چې ځان خلاص نه کړي دا فساد داسې یو شی دی چې د یو نقطه نه شروع کېږي او دا نقطه چې څومره اوچته نقطه وي هغومره د فساد سره د مبارزې دغه لړۍ به ډېره موفق وي نو دغه کومه ټکي سره شروع کیږي لکه مخکې اچکزی صاحب ویلي نو دا خپله د دربار نه شروع کیږي که وشي موثریت به یې زیات وي زه هم شروع کولی شم خو موثریت به یې هغومره نه وي چې مننه کوم انشاءالله بېرته ګرځي آقای سیدی یک چیز دیگه واقعا مبارزه با فساد همین نهادهایی که در مطبوعات ظاهر میشن یا سر و صدا میکنن که ما اینقدر دوسیه رو روان کردیم اینقدر پول دوباره به دست آوردیم این واقعا مبارزه است یا فقط شعار از بازی دادن مردم افغانستان است همین که جناب رئیس جمهور آقای کرزی 11 کمیسیون معادل با کمیسیون آقای عزالله الودین دکتر الودین ترتیب کردن معنای داره که خاک به چشم ملت زدن است یعنی کار را پاشان کردن تا نتایج مثبتی از او به دست نیاید. خود آقای الودین در کار خود صداقت دارد؟ من دیروز بسیار دلم به آقای لودین سوخت. وقتی که آقای لودین به مجلس آمد، دو سوزن استیروم به دستاش بند بود. خب ظاهرا گفت من مریض هستم. من گفتم که شما اینقدر مریض هستین چطور مبارزه با فساد، یعنی سوزنای سیروم به دستش کنول زدگی بود. بسیار مایوس بود و میگفت که ما همین پیشنهادار همر کردیم، کسی قبول نکرده. سوال اینجا پیدا میشه آقای سیدی که آقای لودین چندی قبل گفت که حراس نداره از ارگونه هشدار و از استعفا هم نمیته تا که کسی به زور از چوکی برطرف نه حراس داشت. اما در پالوی ازی یک سلسله مسائل دیگه است که مثلا ببینید پیشتر لیستی را که شما نشان دادی، کسی که با $500 یا 5000 افغانی گرفته شده دوباره رها شده نامش آشکار میگیره و میگه که فلانی ولد فلانی. اما چند سال میشه که هر کس از سوال میکنه که وزرایی که متهم هستند دوسیه داری که آن نامشان نمیگیره. چه تفاوت در قانون میان یک وزیر و یک شهروند عادی وجود داره؟ اون که آقای لودین در مطبوعات میگه که من جرأت دارم، دیروز جرأت نداشت. من مطرح کردم که از شما یک سوال دارم، من حیث یک دکتر، من حیث یک فرزند که شما میگین صدیق هستم، به وطن صادق هستم، پول هایی که دفتر رئیس جمهور از ایران و بعض جای دیگر گرفتن و جناب رئیس جمهور هم معترف شد که از ایران اینقدر پول گرفتیم، همینا خیانت ملی هست یا نه؟ هر قدر سوال کردم آقای لودین جواب نداد. بده همینقدر نگفت که ها یا نه، خود چپ گرفته بود، بعدا رسانه‌ها کشید. من یک چیزی به شما میگم آقای بختیار، من حیث کسی که از همین افغانستان هستم دلم میسوزه. من به روزا با یکی از دوستایی که در جلسه توکیو اشتراک داشت از خارجی ها، بله، آدمی بزرگی بود که نام نمیگیرم، من به او گفتم که خوب شد شما 16 میلیارد دلار به دولت موجود وعده کردین و امیدواری ها برای بقا شد. او به من بسیار جدی گفت که ما 5 ماده را با آقای کرزی گفتیم و آقای کرزی قبول کرده. اگر این 5 ماده را آقای کرزی به زودی عملی نکرد، به خدا $1 ما مردم افغانستان نمیبینه، $1 ما را. 5 ماده رو من میگم. اما یک چیزی که قبل از اینکه 5 ماده رو بگین گفته میشه که جامعه جهانی و خارجی ها هم صداقت ندارن. بدون شک. سوال اینجاست اگر صداقت دارن، ببینین امی تعهدات با کی امضا کردن؟ درست است که با آقای کرزی امضا کردن. در کنار آقای کرزی وزرایی که متهم هستن با اونها امضا کردن. با اونها امضا کردن. اما او چی گفت به من؟ گپ شما درست است، من میپذیرم. او گفت که ما با آقای کرزی گفتم که مبارزه جدی با فساد با نتایج چی؟ کسایی که در افغانستان تو وزیرا قدرتمندایی که پولا رو خورده باید پس بده آقای کرزی. یک، چی خارجی چی داخلی. دوم گفت اصلاحات در نظام موجود هر چی عادل‌تر میاری که ما مطمئن شیم. سوم، بهتر شدنی خدمات برای مردم افغانستان، یعنی مردم رایت، بهتر شدنی وضعیت حقوق بشر و زنها در افغانستان، و بالاخره برگزاری انتخابات شفاف آزاد که مانند گذشته آلوده و فساد و تقلب نباشه. اگر آقای کرزی این 5 ماده را که به ما وعده داده عملی نکنه، ما $1 هم به مردم افغانستان. فکر نمی‌کنید آقای سیدی که 5 ماده زد و بند میان خارجی ها و حکومت افغانستان وجود داشته باشه، به این معنا که وقتی موضوع فساد به میان میاد، خود حکومت افغانستان تا رئیس جمهور میگه که خارجی ها در فساد دست دارن. در مورد انتخابات چندی قبل رئیس جمهور که با جوانان صحبت میکرد گفت انتخابات خارجی ها بدنام ساخت، خارجی ها مداخله کردن. حالا چگونه میشه که اونا دوباره از رئیس جمهور کرزی توقع میکنن؟ اگر جناب دکتر بله. شما گپای جناب رئیس جمهوری که به جوانا گفتن خیلی جدی نگیرین، خیلی باورم نکنین. مثلا جناب رئیس جمهور گفت که ما هم در انتخابات امریکا مداخله میکنیم، رئیس جمهور دست نشونده را میاریم. یعنی معنای اینکه من رئیس جمهور دست نشونده، آیا ما به امریکا مداخله کرده میتونیم؟ همین گپ خود رئیس جمهور یک گپ گفت که یعنی در ذات خود منطق نداشت، یعنی منطق نداشت، یک گپ بود او را. اما من اون چیزی که میخواهم خدمت شما شریک کنم، من به عقیده هستم که در حال حاضر فساد در تفکر فساد است، یعنی کسانی که میخوان با مبارزه با فساد کنند در تفکر خود فاسد هستند. یک. دو، ما باید فراموش نکنیم که با تفکر مفسد هرگز نمیتونه آدم با فساد مبارزه کنه، هیچ کس، چون در این کشور تعهد سیاسی و وجود نداره. گپی که اینجا بسیار دردآور است، دولتی را که افتخار رهبریش آقای حامد کرزی داره، این یک دولت به یک نام شرکت سهامی بوری است. شرکت سهامی چی رقم که ادعای بدون این که سهم بپردازن به این نظام شریک شدن، به وزارت شریک شدن، به سفارت شریک شدن، اینا را بین خود تقسیم کردن. هر کدوم از این بهره برداری میکنن من یک شرکت سهامی از قصب زمین شروع تا اختلاس، تا رشوت و بالاخره کس با کس پاسخگوی نیست. بنابراین اگر واقعا رئیس جمهور دلش به مردم و ملت افغانستان میسوزه، همین لحظه محکمه اختصاصی را ایجاد کنه، مجرمین از سر تا پا به دادگاه محکمه اختصاصی بسپاره، مردم افغانستان بدانند که واقعا این رئیس جمهور مبارزه با فساد میکنه. در غیر از او اگر این کار نمیکنه، تعهد توکیوش دروغه، تعهد شیکاگویش دروغه، اون چیزی که به مردم افغانستان میگه غیر از فریبکاری دیگر چیزی نیست. تشکر. خغلت یک ځای کچیر ولسمشر رحمت کرده د افغانستان خلکو ته وعده ورکوي چې زه د فساد پر ضد مبارزه کوم او ښه حکومت دایري رامنځته کوم. همدارنګه نړیواله ټولنه سره هم دغه ژمنه کوي چې زه ښه حکومت دایري رامنځته کوم، د فساد پر ضد مبارزه کوم. آیا رئیس جمهور فکر کوي چې همدغه ټیم سره یا همدغه کابینه سره کولی شي چې دغه تعهداتو باندې عمل وکړي؟ ما مخکې تاسو وویل موږ دا امید لرو چې تغیرات راغوي. د سرنوالۍ سوال مخکې مطرح شو، سرنوالان پاسې دي، ما ویل سرنوالان نو راوستلی سي، کابینه نو راوستلی سي، والیان صاحبان نو راوستلی سي او مدیران رئیسان نو راوستلی سي. په دې کې باید تغییر راولي. داسې ویل کېږي چې ځینې کسان دي چې خوځول د رئیس جمهور لپاره ډېر مشکل دی. زه دا امید لرم چې دی اوس دغه ځای اوس راوتل یا دا فکر د کړي. ګور د کلو رئیس ته شاهد پر دغه میز موږ دا ویلي دي چې ولسمشره اقدام وکړه، کندهار بدنامه کېږي، ولسمشره آینده سیاسي کوم چې د لپاره څه کوي هغو ته چې تاوان رسیږي او تاریخ قضاوت کوي، کتابونه نوشته کېږي. موږ دا پیشنهادونه مخکې هم کړي وو، که چیرې په هغه وخت کې زیاترو خلکو کړي که په هغه وخت کې په دې عمل څه وی بیا نه وکړي. موږ د رئیس جمهور څه دا غواړو، موږ نور ملکونه مې لیدلي، دا اوس یو ځای محصل یم، تاته معلومه ده په تاجکستان کې. ابل اوس تلویزیون ته موږ ناستو، سیدي صاحب دې هم واوري، ټوله کابینه ولسوالان والیان یې راغوښتي وو. امام علي رحمان وزیر د معارف ته وویل بخیز ګبزن بخیز او داسې بلګیا وایي. او بیا یو ولسوال ته ویل ول مځکه نه لري که اوبه ولې په ټاټي او پیاز د همسایګانو سره راځي. بیا د غش په نوبت یو لوی سرنوال کاجل ګزاد. یعنې خلک ولسمشر که جمهوري نظام راولي، دیموکراسي راولي، موږ ملګري، که سمه دیکتاتوري کوي موږ ملګري. سوال دا اصلاحات غواړو. او سیدي صاحب ته ډېر مه مایوسه کېږي، د ټول مخالفات یې دا اوه کاله کې ما ډېر کړی دی. فلال به شک نه کوو، څو ورځې میاشت به وخت ورکړو، که چیرې اصلاحات راوستل موږ به ملګري وکړو، که اصلاحات نه راوستل بیا موږ د هغه تلویزیونانې او بیا به انتقاد کوو. او کله چې تا مخکې سوال وکړي، زه دا امید لرم چې هغه خلک اوس ۵۰٪ د ده لیرې سوي دي، په دې خاطر به لیرې سوي چې پر ګټو بیا د دې مابینځ کې مشکلات راغلی. تاسو ویل دلته چې په چا ملا تړله په تلویزیونانو کې، تا ویل تاسو ولیدل چې هلته په زرو رایې خلکو ورکولې یا دې قراردادونه سره کړي وو، هغه زیاتره اوس خوابدي دي. نو زه دا امید لرم چې دا خلکو په خوابدیا باندې اوس عامو خلکو ته چانس ورکول سي چې هغه هم وزیر سي، هم والي سي، هم ولسوال سي او اصلاحات راولي. بله کم اصلاحات نه راځي. داسې اوس زیاتره خلک ایسته سوي دي چې کم دوی پر خپلو ګټو یا پر خطو باندې زیاتره خطونه یې ما لیدلي هم دي چې دوی د بعضو خلکو سره نوشته کړي وو چې دونه ولایتونه سیدي صاحب درکو یا دونه ولسوالۍ په انتخاباتو کمپاین به واکړي. نو زه دا امید لرم چې اصلاحات راشي او موږ ورته باید همکاري ورسره وکړو. اما فکر نه کوئ چې د قانون له مخې دغه موضوعات وڅېړي چې دا پخپله به فساد وي چې چاته د کاغذ پر مخ لاسلیک کوي چې دومره فیصدي په حکومت کې؟ ما درته موږ به باید دا مخکې سوي په انتخاباتو وخت کې سوي. تاسو هم به خبر یاست، هاشم خپله مې لیدلی دي. موږ دا امید لرو خو اوس دا حدیث ته سول هغه د جلا سیسټمو دا یوه کوي، جلا باچي دا یوه کوي، هغه پر خپل حال موږ بیا پر نیک شوګونو چې هغه رسول اوس چې دی مهرباني وکړي، مثلا وړ مورځ اعلان وکړي چا چې تعلیم کړي په خارج کې یا داخل کې څوک دیکتاتور لري یا مارشل لري هغه جلا سي ځوان طبقې ته زمينه برابر ده. موږ دا امید او که اوس موږ مخکې وایو چې ولسمشره لس کاله کېږي ته خپلو وعدو عمل نه کوي، نو سبا هم دغه کې دا به صحیح نه وي. څو وخت به انتظار وکړو، ما درته ویل همکاري به ورسره وکړو، که چیرې نه وه بیا دغه موږ تلویزیونونه د هغه انتقاد او دی خپله بازي بالي، دا ده تاوان دی، دا دی چا تاوان نه دی. تاریخ قضاوت کوي، کتابونه پسې نوشته کېږي، باید اصلاحات راولي. آقای صمیم، فکر میکنید که در پهلوی رئیس جمهور حتی دو معاونینش هم متحد به می باشند که در برابر فساد جدی باشند و مبارزه صورت بگیرد؟ آقای بختیار، من باور دارم که یک انسان مصمم وقتی که با قاطعیت علیه فساد مبارزه بکنه، بالاخره فرد اول ملک است و مرجع تصمیم گیرنده است. وقتی که او با جدیت و با قاطعیت مبارزه بکنه، من فکر نمی کنم در مقابلش موانعی وجود داشته باشه که علیه فساد با او هم عقیده و همگام نشده باشه. لذا اول مهمی است که فردی که تصمیم میگیره، فرد اول ملک وقتی تصمیم میگیره که علیه فساد مبارزه میکنه، مهم قاطعیت در تصمیم از اوست. وقتی که بر اساس مصلحت باز برخورد میکنه، خب طبیعی است وقتی که او مصلحت بکنه معاونینش مصلحت میکنه. اما اگر بیا تعهد بدن که بیا این دفعه به قاطعیت بیا نظام میسازیم، چیزی که در پارلمان افغانستان با تعهد گفت بیا نظام میسازیم. حالا سوال گنگ اینجاست آقای صمیم که وقت رئیس جمهور تعهد میکنه که با فساد اداری مبارزه میکند، حکومت داری خوب به میان میاد، اما جلسه با کابینه خود داره، پس متهم به فساد یا آلوده به فساد کیست؟ مردم عادی افغانستان که انتظار دارند که رئیس جمهور افغانستان اقدام میکند، یا مو کابینه که رئیس جمهور کرزی با او در مجلس نشسته و بالای امی مبارزه صحبت میکنه؟ آقای بختیار بگذارین که آن چیزی را که ما میخوایم نقل قول بکنیم، چیزی را که به گوشایم و شنیدیم و به چشم دیدیم. ما یک روز خدمت معاون سب اول رئیس جمهور رفته بودم، خدمت مارشال سب. او برنامه رئیس جمهور گفت و گفت ما خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفتم که بیا اگر تعهد میدی به صداقت و پاکی در دو سالی که گذشته، این که یک نام از خود بگذارین، بین قرآن میخوریم و صادقانه میریم، با ملت هم عقیده میشین و مبارزه میکنیم. حالا هر صدی که سر راه ما بود، ولو که ما بودم صد راه مبارزه با فساد، با قانون شکنی، این حاضر هستم که ما از این خط برداشته شوم و بیاین با جدیت کار بکنیم در دو سال دیگه که حداقل پس از ختم دوره کاری ما یک نام نیک از ما باقی بمانه. مارشال سیب گفت که ما برای جمهور افغانستان گفتم که ما با همین تعهد آمدیم و میخوایم با همین تعهد کنار هم دیگر کار بکنیم. گفت رئیس جمهور گفته که اگر با همین تعهد کار میکنین، بین صادقانه می کار میکنین و پس از اینمی تعهدی که اینا با هم دیگر داده بوده، رئیس جمهور آمد در پارلمان افغانستان این مسئله را مطرح ساخت و شما دیدین که به او تعهد استاد نشد. اما فکر نمیکنید اگر واقعا تعهد داشته باشند باید اجازه بدن به باور مردم و آگاهان که اولین بازپرس از برادران و خانوادهشان صورت بگیره؟ یعنی گفتم گپی که مردم مطمئن شون واقعا تعهد دارن. گپی که من شنیدم گفت که یعنی مارشال سب میگه من گفتم که اگر من مانی از این فساد بودم، حاضر هستم که من خودم علیه خود مبارزه بکنم. میگی تعهد بود. سوال اساسی همینجا آقای صمیم که رئیس جمهور میگه با فساد مبارزه صورت بگیرد، حکومت باید درست شود و نظام درست شود. آقای زاخیلوال گفته که در حکومت اصلاحات تلخ ضرورت است که باید به میان بیاید. آقای لودین میگه که ما حکومت و نظام اصلاح میکنیم، با فساد مبارزه میکنیم. لوی سارنوال افغانستان چنین میگوید. پس تمام متحد هستند، پس چرا اصلاح نمیشه و کی آلوده است؟ مفسد کیست بالاخره؟ مشکل اساسی در کجا هست؟ در مجموع ما به شکل از اشکال به فساد آلوده هستیم و فریاد میزنیم که فساد در نظام وجود داره. ما فکر میکنم اصلاح اول باید از سر خود فرد که ادعا مدعی بر اصلاح فساد هست باید شروع شود. مثلا از رئیس برتشاو فسادی داری. خوب است که آقای بختیار یک مسئله یاد بکنم. زمینی را که خانه را که یا دفتر را که نمی لحظه آقای رئیس ارتشاو فسادی داری به نام دفتر گرفته، زمین است که زمین غصب شده هست و تحمیری که به او اعمار شده خلاف قانون هست و گفته میشه که به او ماهانه کرایه میپردازه و رئیس دفتر از او استفاده میکنه. این خوب است که آقای رئیس برتشاو فساد اداری آقای لودین اول از دفتر خود شروع بکنه فساد را و بالاخره برن. ببینید در تمام دنیا وقتی که مبارزه علیه فساد صورت گرفته، اول تمام مردم از اون ملک به فساد چی نبودن، مبارزه یک زمان به مبارزه استاد نشده، مبارزه از یک فرد شروع شده و بالاخره رسیدن به جمع رسیده. آقای بختیار یک چیز میخوایم خدمت شما بگویم. اگر در این نظام افغانستان 100 انسان دلسوز وجود داشته باشند، یعنی 24 یا 25 وزیر کابینه جمع چند رئیسی که وجود داره و 34 والی، اگر صادق به این نظام بیاید، با تعهد بیاید، یعنی تعهدی که با خدا، قرآن و مردم داشته باشه. من صادقانه برتان میگم که فساد برداشته بسیار به سادگی برداشته میشه، ولی وقتی که والی به اساس مصلحت میره، شاید یک گپ درست باشه که وقتی که والی در یک ولایت مفسد نباشه، رئیس نمیتواند اونجا به فساد دست بزند. بحث اساسی در همینجا است. وقتی که والی بر اساس یک مصلحت میره، وقتی که وزیر به اساس به گفته آقای سعیدی به اساس اون کمپانی به اصطلاح سهامی میره به چوکی وزارت میشینه، وقتی که معین به اساس اون سهم میره به چوکی میشینه، وقتی که یک ولسوال به اساس سهم میره به چوکی میشینه، شما به او حالت شما این نظام ساخته نمیتونین، شما این فساد برداشته نمیتونین. خوب است مرجع مربوطه مثلا وزارت دفاع اعضای پرسنل خود وزیر دفاع پیشنهاد بکنه که یا مورد تایید ما است به یک کرسی ها گماشته شود و صرف سر پاکی و چتلی یک انسان در شورای امنیت و فرد رئیس جمهور تصمیم بگیره. وزارت امور داخل عینش چیز، ریاست عمومی امنیت عین چیز، وزارت ارگان های محل عین چیز، ولی برعکس رئیس جمهور افغانستان میگه که شما پیشنهاد فلانی رو برین به والی فلانه ولایت، ارگانای من مجبور است رو ببره. میگه شما پیشنهاد فلانه ولسوال برین که به ولسوال ما رو مقرر کنم. ببینید به عین حال در وزارت داخله، دفاع، ریاست عمومی امنیت و در وزارت خانه دیگه چون یک مسئله است. در اون حالت شما نمیتونین پیشگیری از فساد بکنین. خوب است که به وزیر گفته شود که کسی که مورد اعتماد توست دور روان که به فلانه جا پیشنهادش بیار که ما او رو منظور بکنیم و جوابگو چون وزیر باید باشد. باید 100%. یالا چیکار وقتی که شما وزیر بخواین قایم بگیرین که جناب وزیر صاحب چرا در وزارت خانه تو فساد وجود داره؟ میگه برادر من سر یک قماندان، ما سر یک رئیس، ما سر یک مدیر، ما سر یک افراد، ما حاکمیت ندارم و خاطر از اینکه او بستگی سیاسی مستقیم داره به مرجع دیگی که از توانمندی ما بیرون است، در اون حالت این نظام ساخته نمیشه. و تا زمانی که قاطعیت به وجود نبیاید در این نظام فعلی افغانستان و فرد اول ملک معتقد به این نبوده باشه که وزیر را چرا وزیر به اساس مصلحت میآید. اگر واقعا وزیری که درایت و کفایت چوکی وزارت را نداره، پس وزیرای کابینی رئیس جمهور هنوز در کابینی رئیس جمهور مردم افغانستان هم که وقتی برمیخوریم همین است که رئیس جمهور وقتی با مطبوعات صحبت میکنه یا در کنفرانس صحبت میکنه خیلی جدی صحبت میکنه، اما در عمل ما چیزی را نمیبینیم. چرا؟ همین یک سوال اساسی است که مردم آقای بختیار، ما فکر نمی کنم که در 2 سال یا کمتر از 2 ساله که از حکومت رئیس جمهور کرزی باقی مانده رئیس جمهور از مصلحت بیرون شود. من معتقد به این نیستم که از مصلحت بیرون فکر میکنید که تمام حرفا با خارجی ها و مردم افغانستان در حد شعار باقی صرفاً چیزی که باقی میماند در حد شعار هست و هیچگاه رئیس جمهور معتقد به این نیست. رئیس جمهور یک عادت، این صادقانه میخوام اعتراف بکنم که رئیس جمهور چیزی را که در وجود رئیس جمهور وجود داره و قابل تقدیر هست، قابل قدر است، حالا از دیدگاه ما شاید از دیدگاه بسا کسا نقطه ضعف رئیس جمهور بوده باشه. رئیس جمهور حوصله و بردباری بسیار زیاد داره. یعنی رئیس جمهور کاملا یک انسانی است که در افغانستان نظیر نداره به حوصله‌مندیش. من به این مسئله رئیس جمهور تسلیم هستم. رئیس جمهور بسیار باوصله است، ولی چیزی که رئیس جمهور نمیتونه کرده اینمی است که قاطعیت نداره رئیس جمهور. خاله نیازه بیا ما جدیت خبره ته کڅم اساسي به اشاره وکړه چې باید په نیک نظر ته وګورو کې د ولسمشر دازل اقدامات وکړي او جدي اوسي. اما یو پښتنه چې پیدا کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي کابینه پاره کې کوالیان دي، وزیران دي، موینان دي، که چیرې دوی مطمئن اوسي چې دازل ولسمشر کرزي جدي دی او په جدیت سره مبارزه کوي، فکر نه کوي چې شاید نیمایي کابینه استعفا کړي او افغانستان اوس تښتېدلی وای؟ شاید زمون ستاسو نه به دغه کابینه ورسره ډېر راشنا وي. پوښتنه هم دا دی داسې یوه خبره ده، داسې نه دی چې دا ټول خلک مفسدین دي. د فساد زمینه دومره ده چې پاک سړی پکې ځایېږي نه. د فساد دغه دا سیستم داسې یو رقم جوړ کړی دی چې هلته پاک سړی په خپله ترد کېږي، ایسته غورځول کېږي. دغه ستاسو په دې تلویزیون کې یو برنامه ده زنګ خطر، یو خبره لري وایي چې د رقمي سوال جایزه دار وایي څه وایي. زه تاسو ته یو سوال جایزه دار وایم، دغلته یو وکیل صاحب دی د دې شورا د وزیر نه یوه پروژه یې اخیسته ده، دا یو چاته ورکړې ده، دا بل سړی د وکیل نه اخیستې ده په بای. پروژه ډېره غټه پروژه ده. په دې کې دلته یو سړی دی ناظر دی، مانیټور دی، پاک سړی دی او تصادفي چې هغه هم د بهر نه راغلی دی، خو افغان دی، دا پکې دی. اوس دا غواړي چې دلته شفافیت پیدا کړي، خو یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې اوس دا سړی ګوري چې ښایي د وزیر حق مې ورکړله، د وکیل حق مې ورکړله، اوس دا سړی رانه څه غواړي؟ خو بالاخره مجبور شو دا سړی د وزارت دی او د دې پروژې دغه دی، چا خبره مانیټور دی، خو بالاخره بله لاره نه پیدا کوي چې یو څارنوال ته یو څو روپۍ ورکوي، دغه سړی نیسی سارانوالی بندی کوي، اوس هم بندي دی دا سړی. دا سیستم مفسد دغه شوی دی. بیرته خبره سارانوالۍ ته لاړه چې پیسې ورکول کېږي، پاک سړی نیول کېږي. اوس دا د کوم ځای نه شروع دی؟ خارجي په دې کې خپل پیسې اخیستې ده، وکیل خپل پیسې اخیستې ده، وزیر خپل پیسې اخیستې دی، او دغه کوم ساختماني شرکت یا خارجیان موږ ملامتولی شو. خارجیان به وایي کله چې ستا هیواد دی په دومره بدبختیو کې خلک دې اخته دي او 13 کاله کېږي پکې جګړه ده، ته یې چې پروا نه لري، په قصه کې نه وي، زه یې څه کوم؟ واضح خبره ده. اوس دا داسې یو رقم د فرهنګ په ډول ننوته ده د خلکو تر منځ. فکر وکړه 20 کاله مخکې یو سړی که رشوتخور وای هغه ته به چا خپل لور نه ورکوله، هغه خار کې به هغه سره چا سلام علیکي نه کوله ځکه یو بدنام سړی و. اوس دغه خبره وتلې ده زموږ ستاسې نه د دې ټولنې نه وتلې ده. اوس هغه څوک چې ډېر ښه قاتل دی، هغه ټول څوک چې ډېر ښه جاني دی، هغه څوک چې ډېر ښه وطن فروش دی، هغه د میکروفون په شا ډېر غټ غټ غږیږي او خلک ورته ډېر زیات چکچکې کوي او د هغه چارپایي او د هغه موټر په خپلو اوږو چلوي. د خلکو ترمنځ هم د فساد په مورد کې او د درغلۍ او د بېلاریتوب په مورد کې هغه احساس چې دی هغه د منځه تللی دی. نو خلک به څنګه به احساس له منځه لاړ نه شي او خلک به څنګه باور وکړي؟ هره ورځ غږ کېږي، 11 ادارې جوړې شوي دي چې فساد په ضد مبارزه کېږي، اما په عمل کې څوک نه ویني. په 500 افغانۍ او یو بوجې وړو باندې څوک محکمه کېږي هغه اعلانېږي خلکو ته، او دلته په خپل هماغه ادارې اشاره کوي چې میلیونونه ډالر اختلاس شوی. معلومه دی دغه اختلاس دا د هغه ورځ نه د خلکو تر منځه د منځه لاړ او د خلکو ټول امیدواري و مایوسیت ته واوښت چې ټول خلک د بن کانفرانس نه وروسته چې کله په افغانستان کې نوی حکومت جوړېده نو دا ټول خلک د دې کوم کسانو چې دلته جنایات یې کړي وو، د خلکو کورونه یې وران کړي وو، خلک یې وژلي وو، بې ګناه خلک یې وژلي وو، نو ټول خلک دې ته منتظر وو چې یاره لکه مثلا تیمور شرقي غوندې یا مثلا یوګوسلاویا غوندې به دوی محاکمه شي او اوس به کار و اهل کار ته وسپارل شي او اوس د افغانستان خلک به د افغانستان خلکو باندې حکومت کوي. خو کله چې ولیدل چې بیا هم دغه کسان دوی باندې د حکومت کولو ټټر ووهله او دوی راغله بیرته چوکیګانې د دوی په لاس شو، خلک دلته مایوس شول او پوه شول چې نه په دغه سیستم او په دغه کې نه صداقت په درد خوري. که چیرې واقعا ولسمشر جدي وي دا اوس سر له اوسه باید مخه ونیسي چې نور فساد رامنځته نه شي، اختلاس ونه شي، که نه باید تیر نه هم پوښتنه وکړي. 2 میاشتو کې ولاړ کېږي دا که چېرته ژمن واوسي زموږ ولسمشر، په 2 میاشتو کې دا شته کسان دا وپاکي تسوق کېږي او راغلو دا باندې چې د تیر خبرو دا د تیر خبرو یوازې خبره د محاکمه او د بندي کولو د اعدام کول نه دی. حد اقل دغه خلک یو معذرت خو دې وغواړي دې خلکو نه چې خلکو ما ستا کورونه خراب کړي، خلکو ستاسو زر زر پوښتنه مې دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې که چېرې ولسمشر غواړي چې په تیر کې چا ځمکې غصب کړي، چا رشوت خوړلی، اختلاس یې کړی دی، باید هغه نه هم پوښتنه وکړي. نو خو باید چې اقدام وکړي، اما که په دې ډول نه وي که ولسمشر غواړي چې وروسته له دې نه یې مخه ونیسي فکر نه کوي تر څو پورې چې اقدام کوي. هغه والي چې په اختلاس باندې تورن دی هغه به لا زور ورکړي که یو میاشتې 2 میاشتې چې څه یې لاسته راځي هغه به ټول ویسي. یوه خبره یې په دې ولسي جرګه کې وکړله چې هغه لږ نه پوهېږم چې هغه کوم کسان چې پرې پوهېږي خو به پوهېږي، ویلې چې یو خبرې ته هم فکر وي، ویلې چې دغه ملت موږ تاسو ته بیا یو ځلې وخت راکړله، څه کارونه موږ کړي وو، داسې یو اشاره یې ورسوله چې تیر په هیر نه تیر په هیر نه دې ته هم فکر وي چې دا د دې ولس لاسونه بیا یو ورځ ستاسو په ګریوان کې وي. خو اوس ما د دوی مخه نیوله ده، خو دا خلک هم نه پرېږدي فکر مې او دا واقعیت خبره باید دغسې وویلې که. خو خبره دې کې ده چې تر څو چې خپله ولسمشر ژمن نه شي، تر څو چې خپله کره ګامونه وانخلي دا مشکله خبره ده چې زه و تا خو همدغومره وسه لرو چې خلکو ته ووایو، د دې نه زیات زموږ ستاسې وسه نه رسېږي. او موثریت ما تاسو ته وویل چې په هغه صورت موثریت زیات چې دا د پورته نه شروع شي، د لاندې نه دا یو بل به زورو. یو پوښتنه بل هم لرم ځکه تاسو مدني ټولنې په سازیتوب خبرې کوئ، هغه دا دی چې ولسمشر کرزی هم ځینې وخت مطبوعاتو باندې او کارپوهانو باندې نیوکه کوي چې انتقادات کوي، هر څه چې وایي ووایي ما ته ووایه، ما ځینې مسایل کې وایي چې مه ووایه، یعنې په یو ډول باندې انتقاد کوي. ښاغلی لودین هم چې دغه مشورتي غونډه یې جوړه کړې وه د همدې لپاره چې کارپوهانو ته حقیقت وایي، یعنې کارپوهان نه پوهېږي خپل زړه نه هر څه وایي، اما واقعیت څه دی؟ آیا دغه نیوکې چې کېږي دا واقعیت نه لري؟ خلک انتظار نه لري چې باید ولسمشر جدي اقدام وکړي، عمل وکړي په خپل کار باندې؟ مشکله خبره دا ده چې دوی تر څو چې په هغه چوکۍ کې نه دي دوی خپل هم دا خبرې کوي، خو چېرته چې هلته د هغه چوکۍ متصدي شول بیا نو مجبور ده چې د هغه نه دفاع وکړي. دوی د دولت مامورین دي، دوی مجبور دي چې د دغه چوکۍ نه د دې موقف نه دفاع وکړي، دوی نوره لاره نه لري چې دغه خبره کوي. ګورئ یو ملاک به منځ کې تاکو، زه هر چا سره دا کومې خبرې چې په ټول د دې 10 کلونو کې چې ما میډیا کې کړې امکان لري چې کوم کوم زر حداقل مثلا میزونو کې به ناست یم، زه یوه خبره کوم، زما کومه خبره د ملي منافعو په خلاف و زه د هغه نه دفاع کوم. دغه یو ملاک وټاکي رئیس جمهور، دغه یو ملاک دغه وکیل چې په دې پارلمان کې کینی ځان سره سوچ کوي چې زه دې وزیر ته رایه ورکم که ورنکم، دغه ملي منافع په دې نظر کې ولري. هیڅ خبره نشته. دغه لاره ده د فساد د منځه وړلو. ما تاسو ته وویل مخکې، ما یو مصاحبه کې وویل د فساد معنا، د فساد تعریف فقط و مخامخ د ملي منافعو سره ولاړ دی. چرته چې کوم کار ملي منافعو ته برابر نه و او د شخص گروه سمت په خاطر وشو، دغه فساد دی. مننه کوم. ښاغلی اڅکزی، یو دقیقه وخت د جنبندۍ لپاره ورکوم، مهرباني وکړئ. زه به لنډه اشاره وکړم. د ولسمشر او د لودي صاحب کړون ته په ښه نظر وګور، راسي موږ دا 15 کسه په افغانستان له خلکو سره دا قران وکړو، که څوک حساب لري ماضر یو او د آینده دپاره موږ په فساد کې ځان نه شکیلو. زموږ د لاسه څه کېدله، په فساد کې همکاري کوو، د فساد ورکول په خاطر. یو دومه خبره حقیقت دا دی چې دا فساد اوس دغه ځای ته رسېدلی دی. هغه ډاکټران وایي سرطان چې درې مرحلې دي، چې آخري مرحلې ته ورسېږي بیا وایي د چړې سم د ازغیلي سر وکړي. سر خو یې کړی دی، مګر زما دا امید دی چې ولسمشر او څارنوالي او امنیت ملي و زموږ کمانډو لس کسه غټغله ونیسي، دا نور خپله عبرت اخلي. زه د طالبانو صرف یو مثال ته درکوم. زموږ یو ملي تجار انم مشر و د دوبۍ سه یو لوډ ترمزان د چای راوړي و په هرات کې، یو 4-5 ترمز ورک شو د ګمرک چې راوتي، یې چا غلا کړې وه. په دوې ورځې کې خبر دا ځای ته ورسېدل، طالبان خبر سو، تجار ته یې وویل ول زه ستا لاسونه در پرې کوم. موږ په راټول سو چې لاسونه څنګه پرې، ترمزان هم د ده ورک دي او لاسونه هم ده پرې کېږي. ولیا که دې غل نه کړي را پیدا ستا لاسونه پرې کېږي، ولې دا ستا ترمزان ورک سو؟ ترمزان هم د ده دي، مال هم د ده دي. ته باور وکړه، یوه هفته بعد دا غله بیا موږ په شینډنډ کې پیدا کړل، طالبان ته هم راوستل، ترمزان هم دغه کړ. یعنې مبارزه کېدای شي، مبارزه امکان لري، راسي چې ملګري سو، بل هېڅ لار نه لري. او بله خبره دا ده که موږ ووایو چې د نن بعد فساد باندې تا سوال مخکې وکړي، په دنیا کې چې حسابونه سوي دي، حساب باید زوړ حساب هم تسپیا شي، نه د نن سبا. که چېرې زوړ حساب ته سپیا نه شي، زړې ورکې د خلکو راوانه وړي او زړې پیسې د افغانستان خزانې ته ونسپاري، مځکې چې وانخېستل شي، نو بیا موږ دې مبارزې ته د شک په سترګه کتلی شو، باید حساب د سر راواخیستل شي. من یک سال قبل در افریقای جنوبی رفته بودم، در پارلمانشان میگفتم که دولت افغانستان بسیار دولت دموکرات است و باور داره به انتقادات مردم. اونا گفتن هرگز دموکرات نیست. دولت دموکرات او است که مردم انتقادی را میکنن در راه اصلاحش بکوشه، اما دولت شما هر قدر که اصلاح میکنین خیره سری میکنه، به گپ مردم اعتماد نمیکنه. من پیشتر آقای بختیار صحبت گپ زدم که آقای لودین، من صحبت های آقای لودین که شنیدم بسیار مرا وحشت گرفت. یعنی به گپ های آقای لودین اگه آدم باور کنه، در کشور هیچ کس صادق نیست، همه خائن هستند از الف تا یا. اما بعضی کسا هست که از 3-4 جا معاش میگیرن به گفته آقای لودین. مثلا تمام کشور نخواد بود، تمام مردم کسایی که در قدرت هستند به گفته اونا، اونا تشویش داشتن که هیچ کس صادق نیست. ما به شما میگویم که مثلا یک تعداد دوستای هستند، عضویت شورای علما دارن، عضویت شورای اولی صلح دارن و یک دفتر کار میکنن. اینا از 3 جا معاش میگیرن، از 3 جا معاش میگیرن، هم از شورای اولی صلح میگیرن ادعی، هم از شورای علما میگیرن، هم از دفتری که کار میکنن. ولی کی برخاست کنه؟ من یک چیز به ارتباط گب آخر ماست، به ارتباط سهم میگم. من گفتم که دولت یک مشارکتی است، اما مشارکتی هست بین چند خاندان فاسد، نه بر همه مردم. طور مثال من از ولایت قور هستم، ما از ولایت قور 31 کس داریم که اونا دکترا داره، 263 نفر داریم که ماستری داره، لسانسش خود طرفان. به تمام همین نظامی که آقای کرزی در رأسش است، ما یک رئیس داریم که رئیس تنظیف است، او هم شهر پاک میکنه. دیگه حداقل از همین ولایت ما یک رئیس، یک مدیر عمومی به نظام نیسته. آیا از میدان وردک، از جلال آباد، از کنر همه مادرایشان وزیر میزایه؟ از قندهار؟ از دیگه مردم نیسته؟ بنان به خدا از همین دولت اگر مردم قور به گپ مودی، از همین دولت باید حق خود آدم به زور میگرفت، نه به چاپلوسی. حتی یک چیز دیگه میگم، بیروزا میخواین والی قور تبدیل کنن. من به شما خب مشخص بالا یک ولایت بحث نشه، آقای سیدو بالا یک خان. آقای مارشال میگه باید جارالله منصوری را رای کنیم که از وزارت دور شده. باز آقای خلیلی میگه نه، آقای رحمت الهی که والی سر پول بوده او را روان کنیم که از قومای ما است. آیا این مردم ها همه والی زایده مادرای جنو از ما مردم کسی نیست؟ من فکر میکنم که آقای بختیار دو راه حل وجود داره. یکی که بعض وزیرای کابینه رئیس جمهور تا به هنوز از مدتی که وزیر شده تا به هنوز ولایاتی که دوج رئیس داره یا هر کسی دیگری که داره تا هنوز از او دیدن نکردم، هنوز به یک ولایت نرفته که ببینم رئیسش در ولایت چیکار میکنه. و یک وزیری هست که دوامدار در ولایت میگرده. حالا داخل کسایی که نو هم راه اعتماد گرفتن شما میبینین که بالاخره میخواد اصلاحات بیاره، تفکیک بکنه بین از یا که کدام وزیر کار میکنه، کدام وزیر بیکاره هست، سر از او بحث داشته باشه. و بحث دوم که میتونه اصلاحات را به وجود بیاره، تطبیق یکسان قانون اساسی افغانستان روی تمام اتباع افغانستان است. یعنی از فرد رئیس جمهور شروع بکنین تا امو بیوزنی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنه. قانون یکسان روی همه باید تطبیق شود. ما وکیل پارلمان باید مسئولیت نداشته باشم از تطبیق قانون، و یک وزیر، یک معین، یک رئیس هم باید نداشته باشه، او بیوزن هم باید نداشته باشه. در اون حالت شما میتونین اصلاحات درست را در این نظام بیارین. تشکر ډیر مننه ساس ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ. قدرمن دوستانو، زموږ سنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای پاماني.